نگاهی بر تغییر و تحولات زندگی در یک شهر خاطر انگیز دهه 60. شهر موشهای دو به گفته سازندگانش بیشتر از همه قصد دارد به خاطرهای یک نسل احترام بگذارد. همراه شخصیت هایی که بعضی هایشان با یکدیگر ازدواج کردند و حتی بچه دارند. دور اینکی و همسرشون سرمایی خانوم. از نگاه دهه 60 ها تغییرات فیلم به اقتضای زمان بوده، درست مثل زندگی ما. مثلا موسیقی های پاپ که جوان های این دوره گوش میکنند. کافی شاپ ها و رستوران هایی که 30 سال پیش نبودند. در واقع عروسک های ساده‌ای که آن روزها کودکان را سرگرم می‌کردند حالا سر و وضعشان عوض شده. و این سطح دوم شهر موش هاست، سطح بزرگ سالانه‌ای که البته موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان معتقدند لباس ها و سبک زندگی این شخصیت ها متعلق به دنیای بچه های ما نیست و موافقان بر این عقیدند هر آنچه در این فیلم رخ داده از شوخی با پلیس ها و خبرنگارها به گزارش واحد مرکزی موشنا تا کنایه های اجتماعی دیگر در نهایت در بستر یک قصه فانتزی رخ داده و هدف فیلم که ایجاد سرگرمی بوده وسیله های آن را توجیه کرده است. شهر موشها با نام و یاد همان برنامه تلویزیونی دهه 60 جان گرفته و از دنیای تلویزیون به سینما آمده تا رونقی به سینمای کودک ببخشد. مثلا خود دکور یه چیز حدود 2 میلیارد و شاید بیشتر خرج دکور شده. دستمزد اینقدر بالا نیست که مخارج بالاست. شهر موشها البته نقاط ضعف و قوتی هم دارد. تصویرهای زنده، جلوه‌های ویژه و عروسک‌ها و موسیقی از نقاط قوت آن است و سادگی بیش از اندازه فیلمنامه که با وجود شکیل بودن خلاقیت خاصی در آن دیده نمی‌شود از نقاط ضعف فیلم به حساب می‌آید. فیلم البته موجی از پیام‌های کودکانه و مهربانانه هم دارد که در نهایت اگر بخواهیم پیام‌های شهر موش‌ها را جدی بگیریم، این فیلم قصد دارد به بچه‌ها یاد دهد که خطر همیشگی است و هوشمندی و غفلت نکردن تنها چاره زیستن است.